حرف زدن از فساد در رژیم اونقدر شایع شده که دیگه انگار عادیه. مدام یک سری عددهای نجومی میشنویم که حتی ابعاد و حجم اونها در تصور آدمی نمی گنجه. 4000 میلیارد، 9000 میلیارد، 12000 میلیارد تومان، عددی که یکی از یکی دیگه گنده تره. در این حال حتی مهرهای رژیم هم در حرف زدن درباره این فساد فراگیر روی دست هم بلند میشن، اما هیچ کدوم از اونها جرأت ندارن به رأس فساد اشاره کنن که همه این دزدی‌های میلیاردی که انجام میشه از اون جواز گرفتن و حق و حسابشون هم رو به بیت دادن. به هر حال شنیدن حرفای یکی از اونها به نام سعید زیبا کلام به زحمتش میارزه. عرصه سیاست ما و اقتصاد ما که در هم آمیختگی هم داره متاسفانه، این به شدت مستعد فساده، مستعد غارت و تجاوزه. و این یه چیزی نیست که بعد از انقلاب هم پیش اومده باشه، قبل از انقلاب هم این وضعیت رو ما داشتیم. خب یه سابقه تاریخی داره ایران عزیز ما که عرصه سیاست، عرصه رجال سیاسی، اونجا شرایط فراهمه برای تعدی و تجاوز به بیت. شاید بد نباشه بدونید که یکی از خبرگزاری های بزرگ ایران هم زمانی که قصه این ماجرای شرم‌آور حقوق های نجومی، حقوق های سر به فلک کشیده مطرح شد، از من تقاضای مصاحبه کردن و محور حرفم این بود که عزیزان هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. این حالا یکی دو روزه خبر پخش شده. عزیزان مطمئن باشید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اگر سابقه رو لحاظ کنیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. این هم مثل بقیه موارد یه جوری با لبخندهای دولت مردان مدبرانه جارو زده میشه و میره زیر فرش. طرف نداره. آخه تا کی ما بشینیم هی بگیم خب حالا به حمدالله ماشاءالله اینا دارن خدمت میکنن، اینا مدبرن، اینا ضمناً راستگو هم هست، آخه تا کی؟ وجدانمون درد نمیگیره؟ درد نگرفته از سکوت ها، از ماله کشیدن ها، از لاپوشانی ها؟ وجدانمون درد نمیگیره؟ از خودمون خجالت نمیکشیم؟ از اون خیشتن خودمون احساس شرم نمی کنیم که ما آدمی جامعه توحیدی و قسط و اینا رو ولش کن، اصلا آدمی ما، اصلا ربطی به دولت هام نداره. یعنی نه اینکه دولت ها مبرا هستن، نه، مقصودم اینه که چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدالگرای تدبیر نمیدونم ادعا اصلا ربطی به این چیزا نداره. چون که نگاه میکنیم میبینیم جوری به جناح سیاسی ربطی نداره. ما به شدت آلوده ایم و وقتی فسادی رخ میده، تعدی و تجاوزی به بیت المال رخ میده، متاسفانه دستگاه های مربوطه عملا اون رو میان صاف میکنن، پاک میکنن، یه جوری شسته افتش میکنن. فراخوان اینه ما با عدالت خداحافظی بکنیم. این خیلی بزرگه. اینو ولش کنیم. فقط و فقط عزم ملی پیدا باید بشود در این مملکت بکنیم که جلوی تعدی و تجاوز به بیت المال گرفته شود.